با سلام و خوش آمدگویی به تک تک عزیزام به خصوص به قوم برگزیده خدا به محبوب خدا به منتخبین خدا باور میکنین؟ آمین. باور میکنین؟ امروز صبح از یک ترجمه دیگه این آیه رو خوندم که تو تصنیه باب هفت آیه شیشه میگه خداوند تو رو از میان تمام قوم ها برگزی تا برای او قوم خاص کسی که گنج اوس باشی تو ترجمه دیگه ننوشته گنج و واقعا آدم دلش آب میشه مایانی که یه روزی توی دنیا بودیم به هیچ شاید چه مرده می شدیم. الان پیش چشمای این خدای عالی گنج او هستیم آمین. و چقدر زیباست نیست؟ این اصلا فقط این کلمه میتونه ما رو چقدر بالا بکشه چقدر ما رو در خداوند هویت ببخشه همجور به طور خواست سلام و خوش آمد میگم برای مهمونای عزیزم برای کسایی که هنوز این برگزیدگی رو این منتخب بودن رو در چشمای خدا هنوز تجربه نکردن باشه که امروز بفهمیم واقعا به واسطه روح قدوس خدا چشمای دل شما مهمانان عزیز باز تا بفهمیم از کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرد زندگی او تولد او تمامی ابعاد زندگی او تو هم امروز میتونی گنج خدا باشی آمین تو هم میتونی منتخب و برگزیده خدا باشی خدا رو شکر میکنم که این فیض و خداوند بخشید همجور پاستور کلیسا که به من اجازه داد امروز اولین هفته سال 2016 رو این واقعا این خداوند این افتخار رو به من داد که بتونم از طریق پیامش تک تک شما عزیزام و خدمت کنم خدا رو شکر میکنم همینطور یه وجد و شادی به خصوصی تو قلبمه که خداوند طریق مجرای برگزیده از پاستور این کلیسا دوباره پیام و پیغام امسال و برای کلیسای محلی ما آلفا اومگا تعیین کرده همینجور که پارسال تما بود پیام و پیغام برای تمام طول سال این بود که در شناخت خدا رشد کنیم و خداوند به وسیله روحش به پاستور آلبرت کلیسای ما گفت که به این شناخت ادامه بدیم آمین چقدر زیباست واقعا که ما میتونیم باید هیجان زده بشیم که این امسال هم این فرصت رو داریم این زمان رو داریم که خدای واحد حقیقی رو بشناسیم یعنی چی شناخت خدا به جلو نگاه کنیم آمی در سالی که گذشت ما امین بودن خدا رو وفاداری خدا رو در اون افتخیص های زندگیمون خیلی تجربه کردیم واقعا اگه صادق باشیم میبینیم تجربه کردیم نیست ولی نمیخوایم بیشتر از این که به حال و آینده نگاه کنیم به گذشته نگاه کنیم هرچند که خیلی برکات در سال 2015 بوده ولی ما میخوایم به جلو نگاه کنیم امروز امسال به خصوص میخوایم تمرکزمون روی شخص ایسای مسیح خداوند باشه آمین چون کلیسایی که فکوسشو میذاره تمرکزشو میذاره روی ایسای مسیح خداوند یک کلیسای زنده فعال و رو به تعالی خواهد بود چون همه چیز همه چیز روی ایسای مسیح خداوند میچرخه او باید مرکز و توجه زندگی ما باشه همه چیز در او هستی و حیات داره و دور از او حتی روزی لحظه دور از او زندگی های ما اسمهلال و پوسیدگی مطلق خواهد بود باور میکنین؟ آمین بدون ایسا بدون روح مکاشفه ای او عمل کرد روح او در زندگی ما هیچ محبتی وجود نداره هیچ شفقتی وجود نداره هیچ حیات و نوری در کلیسای خداوند وجود نداره واقعا این روزا دعا میکردم گفتم خداوندا نکنه نکنه یه روزی تو به ما نگاه کنی بگی یه کلیسای آلفا و مگا آوازه تو خیلی زیاد شده نیست برای خودت نامی پیدا کردی در هامبورگ ولی نبض حیات تو نبز شناخت تو خیلی کند میزنه یا نمیزنه خدا نکنه که یک روزی همچی چیزی بشنویم واقعا من حتی تصورشو میکنم لرزه به وجودم میفته که نکنه خداوند اینو به ما بگه و ما از اون اصل قافل بشیم که خود ایسای مسیح خداونده ایمان دارم که امروز خداوند میخواد به وسیله کلام مقدسش ما رو به ارتفاعات لطف الهی خودش به ارتفاعات شناخت خودش سعود بده سوق بده باور میکنین من هیجان زدم چون میدونم این خدای امین و وفادار خدایی که گفته در شناخت من جلو برین پس میخواد که به وسیله کلامش ما رو در اون ارتفاعات حرکت بده برای من اینه هر موقع که به عیسی مسی فکر میکنم هر موقع که از عیسی مسی میشنوم هر موقع که پیامی از تولد او مرگ او معموریت او زندگی او میشنوم یا میخوام راجع به او صحبت کنم ارتفاعات به زبان ایرانی که بخواین آشنا بشین ارتفاعات کوه دماوند و جلوی خودم میبینم یا بخوام کتاب مقدسی بگم ارتفاعات کوه حبرون رو جلوی خودم میبینم که این خدا داره به من میگه به بالا سعود کن آمین که این دعوت سماویه که میگه به بالا سعود کن چون از طریق عیسی مسیح و شناخت اوست که ما میتونیم به ارتفاعات لطف الهی و شناخت او حرکت کنیم باورتون میشه؟ آیا حاضرین؟ آیا حاضرین کمر دل‌های خودمون رو ببندیم و با همدیگه به ارتفاعات روح خدا به ارتفاعات لطف الهی او صعود کنیم با همدیگه آمین چون بدون شما اصلا میسر نیست ما الان راز قربانی مقدس رو امروز پیش رو داریم در حالی که راستش رو بگم من هنوز در راز کریسمس در واقعی کریسمس گیر کردم و اصلا نمیخوام ازش خارج بشم چون وقتی فکر میکنم میبینم این واقعه عالی کریسمس این راز تجسم رازیه که هر کلمش باید مورد مطالعه قرار بگیره هر کلمش باید مورد بررسی و کندکاش قرار بگیره نمیشه همینجوری گذشت این واقعی عالی که هر شخص سرسپرده و تسلیم ایسای مسیح رو چنان برمیانگیزه برای خدمت و تسلیم و پیروی او این واقعی تجسمه نیست این واقعی تجسمه که واقعا میتونم بگم هیچ کتابی هیچ توماری گنجایش تقریر و تقویم او رو نداره و چطور میتونیم انقدر ساده برای یه جشن چند ساعت از این واقعی عظیم راحت بگذاریم امروز هم میخوایم یه مقدار راجع به این صحبت کنیم خدا رو شکر میکنم که یک ماه وقت داریم که این ابعاد و مرور کنیم با هم دیگه <صحیح> امروز میخوام <صحیح> <صحیح> سوالی رو از شما بپرسم که خودم جوابش رو میدم که در کتاب مقدس چند تا انجیل وجود داره اگه بگیم چهار تا با جرعت میتونم بگم که کاملا اشتباهه چون در کتاب مقدس فقط و فقط یک انجیل وجود داره تمامی 66 کتاب کتاب مقدس حاوی خبر خوش انجیله از پیدایش تا مکاشفه فقط راجب ایسای مسیح و خبر خوش نجاته یک واعظ بزرگ انگلیسی به نام چارلز اسپرجان میگه ریسمون قرمز نجات در سراسر صفحات کتاب مقدس مرور میشه دیده میشه میگه کتاب مقدس و تمام صفحات این کتاب مقدس ما که عالیه آغشته به خون پاک خداوند ما عیسی مسیحه تمامی کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه در مورد شخص عیسی مسیح و نجات اوست من به جرأت میتونم بگم ما پرستش نکردیم ما موعظه نکردیم ما شهادت ندادیم اگر راجب به انجیل عیسی مسیح خداوند صحبت نکرده باشیم باور میکنی ایسای مسیح خداوند و که 66 کتاب که فقط عیسی مسیح نقش مرکزی و محوری این 66 کتاب رو داره ایفا میکنه و اگه بپرسم که عالی ترین این 66 انجیل کدوم انجیله عالیترینش میتونم بگم در میان این 66 کتاب انجیل عالیترینش انجیل اشعیاس که به زبان این سرور انبیا نوشته شده اگه بپرسم در میان انجیل اشعیا کدوم باب در میان این عالی و عالی ترین عالی میتونم بگم باب پنجا و سه. و اگه بپرسم که در میان این باب پنجا سه نقطه عطف و نقطه اوجه این باب چیه در مورد تولد و مصلوب شدن او آمین انجیل اشعیا خیلی مهم و پربهاست چون همزمان داره هم از واقعی تجسم هم راز تجسم راز کریسمس داره صحبت میکنه هم داره از زندگی عیسی مسیح ابعاد مرگ او مصلوب شدن او همینطور در آخر به تجلیل شدن او میانجامه کدوم کتابی در دوازده تا آیه خواهر برادره عزیز این همه واقعه های عظیم گنجونده شده اول قبل از اینکه این آیه فقط ما این امروز میخوایم راجع به اشعیا 53 باب آیه دو صحبت کنم میگه آیه دو میگه او که پسر من به زبان خودم میگم میگه او که پسر یگانه خودشو مثل یک نهال مثل یک ریشه در این زمین خشک گناه اجازه داد که برویه قبل از اینکه این آیه رو برای شما باز کنیم به وسیله روح القدس خوبه که اینو بگم تمام وقایع تجسم زندگی و صلیب عیسی مسیح خیلی غیر واقعی به نظر میاد باور میکنی یه موقع من فکر میکنم این فیلم های هندیه که من ازش متنفرم یه یکی از طبق چارم خودشو پرت میکنه پایین لباساشو تکون میده پا میشه را میفته میره اصلا نه مواش خراب شده نه آرایشش خراب شده نه هیچ چیش نه؟ وقتی من اینو نگاه میکنم میگم الهی قربونم بری یعنی تو از طبق چارم افتادی پایین هیچ نشد اینقدر غیر واقعیه. وقتی که حتی نه فقط به تولد او خواهر برادر عزیزم مهمونای عزیز حتی به پیشگویی ها نگاه میکنیم چقدر غیر واقعی به نظر میاد کلمه غیر واقعی رو اول باید برای هم تعریف کنیم یکم بازش کنیم غیر واقعی چیه غیر واقعی داستانی روایتی اسطوره گفته که با به روال عادی جلو نمیره با عقل و استدلال بشر جور در نمیاد در این قانون مندی انسان چارچوب انسان جا نمیگیره برای همین خیلی مشکل برای عقل ما جور میکنه برای همین تمام وقایع غیرواقعی و حماقت به نظر میاد مثلا فقط یه آیه رو قبل از اینکه حتی عیسی مسیح متولد بشه فرشته خدا بر مریم ظاهر میشه میگه سلام بر تو ای نعمت رسیده خداوند با توست تو در میان زنان مبارک هستی نزد خدا نعمت یافته ای پسری خواهی زایید او بزرگ خواهد شد به پسر حضرت اعلی مسما خواهد شد سلطنت خواهد کرد سلطنت او را انتهایی نخواهد بود درسته وقتی به این نگاه میکنیم واقعا مریم چی فکر میکرد فکر میکرد اگه واقعا مبارک نعمت یافته است چقدر باید واقعا ه... 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 کل براش زده بشه چقدر راحت باید زندگیش گذشته بگذره نیست درسته کسی که نعمت یافته است کسی که مبارکه باید خیلی وقایع عالی توی زندگیش به وجود بیاد ولی وقتی که نگاه میکنیم به زندگی مریم اون تهمت ها اون درت ها و بعد از اینکه وقتی او به دنیا میاد وقایعی که از ناصره تا بیت لحم طی میشه واقعا او پسر خدا بود اگه پسر خدا بود نباید یه کمی بیشتر محافظت میشد یه کمی راحتتر اقلا برای مریم و یوسف میگذشت آمین قبول داری؟ آمی. چرا مریم در حالی که نه ماه باردار بود سه روز باید مسافت از ناصره تا بیت لحم رو طی کنه شبا تو اون زمین خشک خاکالود بیابون بخوابه آیا خدا نمیتونست برای مالیات او یه فکری بکنه که این بیچاره این راه نره نیست حالا با اون بدبختی خودش رسون به بیت آیا خدا نمیتونست یه دونه اتاق تو مسافرخونه برای مهیا کنه نمیتونست آیا این پسر خدا باید در اون آغول هیچ جایی برای اون نبود توی آغول وارد بشه نیست و در آخور آخور کجاست؟ جایی که علوفه حیوونات رو میذارن پسر خدا متولد بشه؟ آیا خدا نمیتونست یک کمی راحت تر این مسائل رو بگذرونه؟ ما وقتی اولین کریسمس رو به یاد میاریم این نقاشی و مرکت ها رو نگاه میکنیم یک شبی افزون کننده جلو چشممون میاد شبی نورانی، شبی آروم نیست ولی من خیلی شک دارم و مطمئنم که برای مریم و یوسف هم همچی شبی نبوده پر از درد بوده پر از سوال بوده پر از شک بوده من صدای یوسف رو توی ذهنم توی قلبم میشنوم که زیر لب میگه ای خدا آیا واقعا تو بر من ظاهر شدی؟ آیا این وعده از تو بوده؟ در حالی که پسر، پدرهای زمینی انقدر برای تولد بچه هاشون فکر میکنن آیا این پسر توست که تو حتی برای تولدش فکر نکردی؟ وقتی اون ناله های مریم رو میشنوم توی اون آخور که هیچ کمکی نبوده هیچ قابلهی نبوده آیا خدا تو چیزی رو اقلم ننداختی؟ آیا باید اینطوری پیش می‌رفت؟ غیر واقعی به نظر نمیاد. وقتی احساس و حرفایی که یوسف و مریم توی قلبشون مرور میکردم در این روزا احساس میکردم این احساس و سؤال موسا در کنار دریای سرخ بود وقتی فرعون پشتش بود همین احساس و سؤال بود آیا خدا در بوته آتش با او صحبت کرده بود؟ آیا وعده به او داده بود که حالا تنهاش بذاره؟ این سؤال و احساس دانیال بود در چاه شیران آیا نمی گفت من که دستام و به پاکی شستم و جلوی هر بوتی زانو نزدم الان کجاست آیات و معجزات تو؟ این سوال و احساس یوسف میتونه باشه بلکه بعد از اون رویاهای عالی اون وعده ها در اون چاه و چاله ها و این احساس و سوال تک تک شما ها میتونه باشه عزیزان هفته پیش با خواهری صحبت می که برای وعده خدا تمام زندگیشو فروخته در عرض چند روز صدای خدا رو شنده و اومده هامبورگ و الان موقعی که اومده با اشک و آه و افسوس داره دست و پنجه نرم می این صدا و احساس تو می باشه. وقتی که خودتو میسپری به خدا وقتی که واقعا تسلیم اراده خدایی وعده ها رو دریافت میکنی میگی آیا واقعا باید اینطوری پیش میامد میرفت آیا باید این همه مانه ها به وجود میامد آیا باید اینقدر سختی من میکشیدم آیا تا حالا نباید پاس میگرفتم آیا تا حالا نباید خونه‌ای برای من مهیا میشد آیا اقلا نباید یه همسری داشتم بعد اون همه زمانهایی که وعدههای تو رو برداشتم و منتظر موندم آیا اقلا تا الان نباید مادر شده بودم نیست این سؤال و احساس خیلی از ماها میتونه باشه وقتی که بعد از سالهای تجربه های خیلی چیزهای خیلی زیادی دارم بگم از این احساس از این سوالایی که بارها باش مواجه شدم ولی میتونم بگم نه آخرین بار فقط یکیشو امروز خداوند یادم انداخت بعد از چند وقت که خداوند وعده داد و اراده خدا برای من و پاستور مکشوف شد که ما با هم ازدواج کنیم و این ازدواج مبارکه و بیشتر خدا میخواد از طریق ازدواج ما خدمت ما رو برکت بده کلیسا رو برکت بده نیست من با این دید و رویا نه اینکه او رو دوست نداشته باشم اول او برای من مهم بود ولی این دید و رویا رو با این دید و رویا دوتامون رفتیم جلو هیچ وقت یادم نمیره روزایی که با هم میشستیم اینجا من یواشکی پشت سرم رو نگاه میکردم میدم تمام سندلیا خالی تا اون اومده بود قطی شده بود همه افراد رفته بودن ده پونزه نفر اونجا نشسته بودن زیر لب میگفتم آیا باید خداوند اینطوری پیش میرفت آیا من تو جای درستی هستم؟ آیا این وعده درست بوده؟ کون کو وعده ای تو؟ کون کو برکت برای کلیسا؟ از این شکست به اون شکست میفتیم از این درد به اون درد میفتیم از این وادی تاریک موت به اون تو وادی میفتیم کو اون وعده های تو اما وقتی به خدا نگاه می‌کنیم خدا میگه راه‌های من راه‌های تو نیست افکار من افکار تو نیست ای عزیز من تو شناخت خیلی کمی از من داری چون وقتی الان به واقعی کریسمس نگاه می‌کنیم بر می‌گردیم به دو هزار سال پیش می‌بینیم اول خیلی غیر منطقی و غیر واقعی به نظر میاد درسته؟ ولی وقتی آخر به آخر میرسیم میبینیم چقدر منطقیه چقدر واقعی تره وقتی دو هزار سال مرور میکنیم میبینیم تمام پیشگویی ها تمام چیزهایی که خداوند به دهان خودش وعده داد به دستای خودش به وصله مرگ و قیام عیسی مسیح انجام داد آمین هست تمام این وقایع دردناک داره این وعده رو به ما میده این پیام رو به ما میده یک کمی صبر کن ایرانی ها میگن شاهنامه آخرش خوشه یک کمی دیگه صبر کن آمین و همینجور یه دلیل دیگه ای که خدا همین اتفاقات حقیرانه رو پیرامون تولد عیسی مسیح مثل آقل مثل آخر به وجود آورد اون آخور خشک واقعا اون علوفه ها رو حتی من تس... تو ذهنم گفتم اون بدن لطیف و زیبای تو چجوری تو اون مکان زمخت قرار گرفت چی خدا میخواد بگه؟ چه پیامی میخواد به ما بده؟ خداوند ما عیسی مسیح با تولدش میخواست با تمام تلاشها و کشمکش‌های یک بشر ضعیفترین ضعیفها خودش رو یک کنه آمین در آخر که نگاه میکنی میبینی میشه روی خدا حساب کرد میشه روی خدا حساب کرد داستانی براتون تعریف کنم که این واقعی یکی شدن خدا ترین ما با کشمکش هایی که الان توش درگیری که هی میگی چرا چرا خدا زندگی من با وعده های تو اصلا جور در نمیاد و اینجوری که میگفتی داره پیش نمیره شاید و امیدم اینه که قدری آروم و قرار بگیری و ایمان تو آمین قویتر بشه برای شناخت خداوندت چند سال پیش شخصی بود این داستان واقعیه به نام, پدر دامی این شخص گفته شده که مدت 16 سال در یک دهکده دور افتاده که یه منطقه قرنطینه برای جزامیا بوده اونجا میره برای خدمت 16 سال اونجا خدمت میکنه با جزامی ها خیلی باید فاصله رو حفظ کرد میدونین ولی پدردامی هیچ نوع فاصله ای حفظ نمیکنه تمام زخمای اونها اونا رو بانداج میبنده تک تک اونا رو در آغوش محبت خودش لمس میکنه خونه های زیادی در این دهکده دورافتاده که فقط مکانی بود برای مرک برای اونا آماده میکنه دو هزار تابوت میسازه پدر دامنی که وقتی که افراد میمیرن اونا رو با احترام دفن کنه بعد از 16 سال این دهکده ای که بوی مرگ میداد کم کم بوی زندگی میده شفاها میاد و این دهکده که برای مرگ آماده شده بود برای انتظار برای مرگ آماده شده بود دهکده ای می میشه برای زندگی و بعد از 16 سال پدردامی دامی رو شروع میکنه با دو کلمه میگه ما جزامیان دیگه فقط پدردامی به اونا کمک نمیکرد بلکه قسمتی از جزامیان شده بود آمین عیسی مسیح خداوند دو هزار سال پیش در اون آغور آخول پست به دنیا اومد تا بگه ما جزامیان نه فقط انسان گردید بلکه تولد اون نشون میده به شکل یک غلام به شکل یک برده در اومد تا با من و تو یک بشه تا به کجا کی میتونه انسانو انقدر محبت کنه در فیلیپیان هفته پیش پاستور اینو گفت در فیلیپیان باب دو آیه پنج میگه او که خدا بود از تمامی مزایای خدایی خودش استفاده نکرد به نفع خودش بلکه خودش خالی کرد تا با ما یک بشه آمین تا همدرد زعفای ما بشه پس یکی دیگه از پیام های آخر و آقل اینه که خدا میخواد با ما یک بشه آمین آمی. نه فقط آخر نه فقط آقل و که وقتی تولد مکان تولد عیسی مسیح خداوند رو نگاه کجا بود؟ در بیت لحم نیست؟ پادشاه قدرتمند زمانه اون موقع هیرودیس بود و کاخی داشت که سومین از مجللترین با شکوه در این کاخ اون موقع بود مظهر قدرت هیرودیس بود گفته شده سی متر ارتفاع بالای یک تپه که از فاصله چند صد متری دیده بشه نمیدونم هزار و و چند هزار فقط مساحت این کاخ بوده با دیوارهایی از درخت های عظیم باقی عظیم و پر این کاخ احاطه می شد بزرگی میان این کاخ بود عزیزان فقط پنج کیلومتر بیت با کاخ هیرودیس فاصله داشت فقط پنج کیلومتر. بیت که معروف بود به کشاورزان متبهرش و چوپانانش عیسی مسیح خداوند در این دهکده محقر به دنیا اومد چی میخواست خداوند بگه؟ واقعا پیامش چی بود؟ اگه عیسی مسیح در خانواده یک پادشاه به دنیا میامد مردم میگفتن ببینین قدرت چه کاری میتونه بکنه اگه عیسی مسیح خداوند در خانواده سرشناس به دنیا می آمد می گفتن ببینین شهرت چه کاری میتونه بکنه درسته؟ اگه در خانواده ثروتمند به دنیا می آمد می گفتن ببینین ثروت چه کاری می تونه بکنه اما او از یک دختر ساده از اهل ناصره به دنیا اومد که حتی وقتی خدمت میکرد همه مسخره میکردن مگه میشه از ناصره هم چیز خوبی به وجود بیاد نیست؟ عیسی مسیح شب تولدش توسط حیوانات اهلی و اون بوهای نامطبوع احاطه شده بود تا همه امروز بگن ببینین خدا چه کاری میتونه بکنه. آمین. نه ثروت، نه قدرت، نه شهرت، بلکه خدا چه کاری میتونه بکنه. چرا؟ چون خدای ما قادر مطلقه. تمام این اتفاقات محقرانه پیرامون تولد عیسی مسیح خداوند به ما داره این پیام رو میده که خدا چه کاری میتونه بکنه و نه فقط این بلکه تمام موضوعاتی که پیرامون زندگی، تولد عیسی مسیحه یک دعوت خیلی عظیمه برای من و تو امروز دعوت اینه برای یک زندگی متفاوت من و تو دعوت شدیم برای یک زندگی متفاوت برای یک زندگی خلاف جریان حرکت این دنیا آمین تمام اون اتفاقاتی که تمام اصول سیستم ارزشمندی این دنیا رو پامال میکنه فروکش میکنه ما رو به چالش میکشه ما رو دعوت میکنه تا بعد از این برای خودمون زندگی نکنیم آمین اقلا تمرین کن. کنیم. تمرین کنیم زندگی فروتنانه رو وقتی تو خیابون یکی جلومو میپیچه در ترافیکیم در خیابونیم بذاریم بهش راه بدیم نیست یه تمرینه بذاریم یکی دیگه گل بزنه تمرین کنیم وقتی زنمون هورموناش ماهی یه بار دیوونه میشه نیست پرخاش میکنه با قانون فیض باش رفتار کنیم نه قانون ضد فیض آمین وقتی همسرمون اون منیتش عد میکنه نیست تیمارش بکنیم نه اینکه بخوایم تسهیش بکنیم آمین اینا همه زندگی روزمره ما گذاشته شده که ما تمرین بکنیم و به این دعوت خداوند ما که از طریق آقل و آخر و اون شهر بید لحمه ما رو فرا میخونه که این چنین زندگی کنیم آمین؟, آمین ما رو دعوت میکنه ما رو به چالش میکشه که برای این ماشین بهتر خونه یک کمی راحت خونه یکمی کمی بزرگتر زندگی نکنیم آمین ما رو دعوت میکنه که به فقرا و آسیب دیدگان این جامعه یک کمی با دیده اقماز نگاه کنیم آخر و آخر ما رو دعوت میکنه ما رو به چالش میکشه که زندگی تو هم با از خودگذشتگی داشته باشیم و همینطور این پیام رو به تو میگه اگه اتفاقاتی تو زندگی تو میفته که خلاف وعده های خداست که دائم میگین قرار نبود اینجوری پیش بره قرار نبود این اتفاقا بیفته شاید خدا خوابش رفته شاید خدا چیزی را از قلم انداخته این وقایع رو نگاه کنی تا یادت بیاد به داستان کریسمس نگاه کنی تا یادت بیاد که خدا از افراد غیر قابل تصور مثل مریم ها و یوسف ها برای اهداف و وعده های خودش استفاده میکنه از مکان های غیر قابل پیش بینی مثل آخور و بیت برای اهداف خودش استفاده میکنه از حوادث غیر واقعی در زندگی تو استفاده میکنه که نقشه ها و اون طرح الهی خودشو چیکار کنه به اجرا در بیاره آمین, آمین. چرا؟ چون خدای ما قادر مطلقه آمین خدای قادر مطلق کریسمس رو یک بار دیگه تجربه کن تا بفهمی عزیز من که میشه روی خدا حساب کرد دیر و زود داره سوخت و سوز نداره آمین آمین و اشعای نبی بعد از این راز عظیم تجسم که فقط در یک جمله با این کلمات زیبا ترسیم کرده مانند یک نحال مثل یک ریشه در زمین خشک گناه روید بعد میپردازه به راز قربانی مقدس مصلوب شدن او که محور و مرکز اصلی اشعیا پنجا و که بازم تشکر قلبی منه که برای پاستور کلیسا که اجازه داده هفته دیگه من این مبحث رو ادامه بدم وقتی که ما به اشعیا نگاه میکنیم انگار یه جوری اشعیا پای صلیب ایستاده و تمام وقایع رو داره لحظه به لحظه نگاه میکنه و نوشتار میکنه در کتابش آمین امروز برای من و تو این اشعیا چه پیامی داره و چه واکنشی باید در مقابل این یه آیه تو عزیز من نشون بدی واکنش تو امروز باید چی باشه تنها واکنش من و تو در برابر انجیل اشعیا اینه که با ایمان نه با دیدار کاری که خداوند کرد امروز بپذیری و خداوند رو بیای وقتی به این میز اشا نزدیک میشی به قلبت دعا کنی که خداوند رو با تمام زندگی خودت شیوه رفتاری خودت بپرستی خدمت کنی آمین, آمین. و همینجور وقتی به زندگی محقرانه پیرامون تولد عیسی مسیح نگاه میکنی دعا کنی که روحش تو رو امداد کنه کمک کنه که این طریق شیوه رفتار تو زندگی تو باشه بقیه عمرت واکنش من شخص من تنها در این چند روز این بود تنها ناله و دعایی که از قلب من بیرون میآمد و تنها واکنش قلب من در مقابل این آیه این بود خدایا دلی پاک در من بیافرین خدایا دلی پاک در من بیافرین چون وقتی که در زیر نور این کلام میخوندم میدیدم چقدر با این میار چقدر با این شیوه و طریق زندگی ایسای مسیح تجسم و او فاصله دارم خدایا دلی پاک و محصوم در من بیافرین چون بدون دلی پاک مثل اون سنج فقان هم که فقط حرف میزنم هنوز خیلی مونده که به اینجا برسم واکنش من اینه که خدایا دلی پاک چون میدونم دل پاک و محسوم اون شعله ایمان رو در من فروزان میکنه که با ایمان به این میز مقدس نزدیک شم نه با منطق و احساس انسانی خودم آمین و با ایمان همه وقایع عالی ایسای مسیح خداوند برای من واقعی تر میشه و با جرأت میتونم بگم فراتر از تمام این واکنش ها الان تنها واکنش مناسب در مقابل انجیل اشعیا و این آیه فقط سکوته سرهای خودمون رو خم کنیم و چند لحظه قبل از اینکه پاستور کلیسا برای ما دعا کنه و در پرستش ادامه بدیم ایمان دارم فراتر از دعای من که برای خودم کردم و دعاهایی که شما بکنین در سکوت بذارین این کلام زنده وارد اعماق وجود ما بشه چند لحظه فقط سکوت کنیم سکوت نه اینکه صدایی در زبان ما نباشه بلکه در اعماق ما در ذهن ما آروم باش به قدرت نام عیسی مسیح ذهنهای ما آروم بگیره در مقابل این خدای قدوس چون خدا در سکو سا سکوت ساکنه